برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای جاوید، لطفاً ضمن بیان آخرین اطلاعات از حادثه تروریستی روز گذشته بفرمایید ریشه این رخدادها بر علیه شیعیان که به صورت پی در پی در حال افزایش است چیست و طالبان در این ماجرا چه نقشی داره؟ با سلام خدمت شما و خدمت همه همکاران و بینندگان شما. شما هم در گزارش خود گفتین حدود 14 تن شهید شدن و 4 الی 6 نفر، مثلا نظر به چندین منابع 4 الی 6 نفر دیگه زخمی شدن. متاسفانه خبرهای جدید است که وضعیت مجروحین هم خیلی وخیم است، وضعیت خوب ندارم متاسفانه. اما خدمت شما عرض شد که کشتار شیعیان و مخصوصاً کشتار هزارها در افغانستان تبدیل شده به یک تقریباً به یک فرهنگ، به یک استراتژی. اینا در واقع داعش کسایی بودن که در عراق و سوریه اونها شکست خوردن و با انتقام شیعیان وارد افغانستان شده، چون بهترین فرصت و بهترین بستر به خاطر کشتار شیعه در افغانستان یعنی مردم هزارها دارن. علتش این است که هزارها یک طبقه بسیار مدنی، مردمای بسیار حلیم، مردمای بسیار شریف بودن که همیشه با نظام ها همکاری میکردن تا یک افغانستان مدرن بسازن. متاسفانه همچون یک وضعیتی پیش نیامد و هزارها همیشه مورد انتقام هم طالبان قرار گرفت و هم داعش قرار گرفت. در شرایط فعلی مسئولیت کشتار شیعه ها را در مجموع داعشی ها به عهده می گیرند و تقریبا احساس ما است که مثلا تحلیل ما از اوضاع است که در قبال کشتار هزاره ها طالبا یک همکار استراتژیک خوب برای داعش می تونه باشه، چون هدف اردو تقریبا همین نابودی هزاره ها و شیعه هستند و اشغال سرزمین از این هستند، کوچ اجباری هستند. اما جای تاسف اینجاست که با وجودی که مثلا در افغانستان شیعه در حال قتل عام است و چندین بار است که در دوران طالب وقتی که قتل عام صورت می گیرد حجم کشته شده بیش از حد بالا است و هیچ گونه مراجع قدرتمند شیعه چی در سوریه، چی در عراق، چی در ایران هیچ گونه اقدامی را نکردن که بگن که والله خب ما از این مردم را باید حمایت بکنیم. که عموما توقع ما میره که مثلا مجتهدین یا بزرگان شیعه در سراسر دنیا یک عکس العمل در این مورد نشان میده، ولی ما عکس العمل های بسیاری از کشورها را، بسیار از نقطه را میبینیم که فقط با یک تسلیت، با یک تقبه، با فقط با یک کلمات بسیار عاطفی ابراز میشن و بعدا همینطور ما را دنبال هیچ پیگیری ندارن. ریچارد بینیت هم در چندین بار در گزارش های خود از وضعیت هزاره ها بسیار به شکل ناگوار است برای نهادهای مربوطه گفته بودن که خب باز از این مردم حمایت صورت بگیره، ولی متاسفانه دنیا با وجودی که ادعای مثلا اسلامی رو دارن، ادعای حفاظت از حقوق بشری دارن، در قبال کشتار هزاره ها هیچ گونه مسئولیت نگرفته و متاسفانه خیلی هم وضعیت هزارها در افغانستان خوب نیست. آنچه که ما هزارها میخواییم است که او در هشتگ هزار جنوساید باید همه بپیونده و بخاطر حفاظت مردم هزارها که یک اقلیت است در افغانستان، در یک جغرافی محاصره شده، از اینا حمایت شد و ما میخواییم که این مردم تحت پوشش حمایت های ملل متحد رفته تا این مردم بله. متشکرم از شما. سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت.